یه اتفاقی افتاده یه مردی مادرشو که اهل فساد جنسی بوده از سر خشم و غیرت کشته اونطور که امروز میگیم یه قتل ناموسی اتفاق افتاده که احتمالا زیاد از این موارد در دنیای قدیم اتفاق می افتاده. مولانا این ماجرا رو توی مصنوی معنوی تعریف کرده و ازش یه استفاده بهتری کرده ما کاری به این نداریم که مولانا این ماجرا رو درست میدونه یا نه صرفا یه روایته که از دنیای قدیم نقل کرده ما میتونیم نتیجه اخلاقی رو برای خودمون بگیریم که مثلا قتل ناموسی کار نادرستیه اما مولانام نتیجه خودش رو گرفته روایت رو تعریف کرده و بعدش هم دریافت مفهومی خودشو اوورده آن یکی از خشم مادر را بکشت هم به زخم خنجر و هم زخم ماشت یه مردی خشمگین شد و زخم اینجا یعنی ضربه با ضربه خنجر و مشت مادرشو کشت آن یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تو حق مادری یکی دیگه شاهد این ماجرا بود بهش گفت عجب آدم بدگوهری هستی عجب آدم بدسرشتی هستی تو حق مادری رو فراموش کردی یاد ناوردی تو حق مادری ای تو مادر را چرا کشتی بگو او چه کرد آخر بگو ای زشت خو عجب آدم بیخود و زشت خویی هستی تو آخه چرا کشتیش آدم مادرشو رو میکشه اون مرد گفت کاری کرد کان آر وی است یه کاری میکرد که مایه ننگ خودش و خونوادش بود گفت کاری کرد کان آره وی است کشتمش کان خاک ستاره وی است ستار یعنی پوشاننده کشتمش تا خاک پوشاننده این بدکاریش بشه گفت آن کس را بکش ای محتشم اونی که شاهد ماجرا بود گفت خب اونایی که باش بدکاری میکردن اونایی که باش فساد میکردن و میکشتی و اون مرد گفت پس هر روز مردی را کشم گفت اگه بخواستم این کارو بکنم باید هر روز یه نفر رو میکشتم کشتم او را رستم از خونهای خلق نای او برم به هست از نای خلق اونو کشتم که سرچشمه اصلی این فساد بود تا اینکه نخوام دیگرانو بکشم مولانا دریافت مفهومیش از این حکایتو اینطور گفته نفس توستان مادر بدخاصیت که فساد اوست در هر ناحیت نفس تو مثل اون مادر است که سرچشمه فساده این نفس این چسبیدن به خود فرومایه این توی وجود تو بدترین مایه فساده برو اون سرچشمه اصلی فساد و بکش کارای دیگه خودش درست میشه نمیخواد این چیزای بیرونی رو دستکاری کنی یه چیز دیگه هست اون درون برو اونو اصلاح کن چیزای دیگه اصلاح میشه خود به خود بعد مولانا میگه هین بکش او را که بهر آن دنی هر دمی قصد عزیزی میکنی این خود این خودخواهی این زیاد خواهی رو بکش چون به خاطر اونه که دائم قصد عزیزی میکنی قصد عزیزی میکنی یعنی قصد حمله به یه عزیز یا یه چیز ارزشمندی رو میکنی و اون چیز ارزشمند و عزیز رو از بین میبری این بکش او را که بهر آندنی هر دمی قصد عزیزی میکنی این چیزهای ارزشمند و عزیز که از بین میبری چیان حالا؟ میتونن افراد باشن یعنی دوستا و نزدیکان که به خاطر خودخواهی اونا رو از دست میدی میتونن معنا و برنامه و هدف زندگی باشن که میچسبی به زیاد خواهی و اصل و معنای زندگی رو فراموش میکنی میتونن افکار مثبت و سازنده و آرامش درونیت باشن و صدها چیز ارزشمند دیگه میتونن باشن که به خاطر این نفس هر لحظه میزنی یکیشون رو نابود میکنی هر دمی قصد عزیزی میکنی حالا مولانا درباره همین نفس یه حرف خیلی قشنگی میزنه میگه از وی این دنیا و خوش بر توست تنگ از پی او با حق و با خلق جنگ به خاطر اون به خاطر حرس و زیاد خواهی با حق با حقیقت با آگاهی جنگ داری با خلقم جنگ داری با مردم هم جنگ داری میگه این دنیا به خودی خود خیلی خوشه این دنیای خوش خیلی جای قشنگی برای زندگی اما نفس و آفتهاش یعنی خودخواهی و زیاد خواهی و اینا اینا دنیا رو به کام تو تلخ کرده و باعث شده با زمین و زمان درگیر بشی این بیت مولانا رو من خیلی دوست دارم خیلی ساده و عمیقه میگه دنیای خوش از وی این دنیای خوش بر توست تنگ یه چند لحظه تصور بکنید خداییش این دنیا این زندگی خیلی قشنگه طبیعت چقدر خوشه رابطه انسان با طبیعت چقدر میتونه زیبا و اصیل و شادی بخش باشه رابطه انسان با انسانهای دیگه با هستی با خدا یا با آگاهی چقدر میتونه زیبا و خوش و خواستنی باشه اگه این نفس نباشه این منم منم نباشه همش دنبال ارزای خودت ارزای این ایگوت نباشی همش اسیر این نفس زیاده خواهد نباشی خیلی خوش میگذره بهت دنیا اما به خاطر اونه که از طبیعت لذت نمیبری به خاطر اونه که با دیگران با انسانهای دیگه خوش نیستی به خاطر اونه که با خدا با آگاهی خوش نیستی نمیری دنبال آگاهی به خاطر اونه که میچسبی فقط به مالندوزی و جاهندوزی و دنبال رشد و شکوفایی نمیری خب این از این حکایت مولانا و حرف و مفهوم سازندهی که ازش برداشت کرده بود اینجا تو شکوفایی با ادبیات من هر شنبه یکی از حکایت های ادبی رو با شما به اشتراک میذارم این حکایت رو هر کدوم چندین بار گوش کنید و بهشون فکر کنید یه نقش بزرگی که ادبیات و این های ادبی داره کلا داستان و شعر داره اینه که خیلی آروم آروم این ایگو یا این نفس این خود فرومایه رو مهار میکنه تربیت میکنه یا رشدش میده اون وقت این ایگوی مهار شده دیگه آروم آروم برای ما دردسر کمتری درست میکنه اون وقت دیگه آروم آروم زندگی ما و روابط و دوستی های ما و در نهایت جامعه ما بهتر میشه